استحضار میکنم، همونجور که رضای عرب گرامی گفتن، با رابطه برقرار کردن و گوشزد کردن ماهایی که بیرون از ایران هستیم، حالا خوشبختانه به عنوان یک حزب و در ساختار حزبی میتونیم در واقع ورود کنیم به محافل سیاسی و ازشون بخوایم که ما رو بشنوند و از زبان ما بشنوند و ما براشون در واقع به اون گونه‌ای که مهمتر از همه تجربه کردیم و شاید در بطن این بحران هستیم و دیدیم و عواقبش رو در این 40 و چند سال آنچه که بر کشور خودمون اومده میتونیم خیلی واضح‌تر و خیلی دقیق‌تر شاید براشون بار دیگه بازگویی کنیم و مدام بهشون گوشزد کنیم که سپاه پاسداران فقط در داخل ایران عامل خشم و قتل و به هر حال این رفتارهای تروریستیش نیست، بلکه با دخالتهای سیاسی که داره در کشورهای دیگه میکنه، با ارسال مهمات به گروههای تروریستی، با اقدامات تروریستی که در خاک اروپا و در کشورهای دیگه انجام داده، با ربایش ها و حذف های فیزیکی که کرده که از جمله دیدیم آقای شارمک، رولایزم و همه اینها، چه به واسطه سپاه و چه به واسطه زیر شاخه هاش و یا همینطور از طریق اجیر کردن مزدوران محلی و نیروهای نیابتی و نیروهایی که میشه گفت با ارتباط گیری با گروه های گانگستری دیگه در کشورهای دیگه برقرار میکنه، مدام در حال این رفتارهای ضد بشری و هراس افکنی و همینطور دخالت و رفع و نقض میشه گفت آرامش بشری در همه جا هست و به طور کلی یک تهدید تروریستی آشکار هست برای صلح بشر و نه تنها میگم برای ایرانیان بلکه برای شهروندان تمام جهان. من در این بخش سپاه نمیخوام زیاده گویی کنم چون قطعا مثل بقیه دوستان اشتیاق دارم که سخنان حامد عزیز رو هم بشنوم و در بخش دیگه دوباره در خدمتتون هستم. بسیار سپاسگزارم، ممنونم از لطفتون. متاسفانه خبرها هی داره بیشتر تایید میشه و این نگرانی و این کلا این شرایط عجیب بیشتر در ذهن و روح همه ما داره ادامه پیدا میکنه. جناب دکتر شیبانی عزیز، میکروفون در اختیار شماست. قربان. مرسی مرسی حاجی عزیز، مرسی دوستان. من دوباره عرض سلام و ادب میکنم خدمت همه دوستانی که در اتاق هستن. من موضوعی که میخواستم صحبت کنم و اگر اجازه بدید یه مقداری تغییر بدم، چون خبرهایی که الان داره میاد یه کمی جدیست ظاهرا و خلاف شاید تحلیل خیلی هم. این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همینجور که توی این سند هم که صحبت شد اومده ربطی به ایران نداره و اینکه یک سازمان تروریستی، خب همه ماهایی که در این اتاق هستیم فکر میکنم میدونیم و شکی درش نداریم. بعید میدونم کسی در این اتاق باشه که شک داشته باشه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی است. و هدف این سند هم به حال با شروع آرش عزیز و رضا پارسای گرامی با این هدف بوده که به غربی ها این رو بگیم. البته من که فکر میکنم خیلی هاشون میدونن، اما یک استدلال جلوشون قرار داده بشه که در صحبت هاشون با بقیه بتونن استدلال بکنن که چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی. اون چیزی که الان امروز داریم میبینیم، از دو جنبه اهمیت داره. یکی این که به حال اون مردمی که میدونن دیگه امروز سپاهه چقدر فاصله شون رو زیاد و زیادتر میکنن. سید علی خامنه‌ای و سپاه تروریستیش دارن ایران رو به سمت جنگ میبرن. حتی من همچنان اعتقاد دارم که جنگ تمام عیار احتمالش کمه. بعید میدونم که هیچ کشوری، چه اسرائیل چه امریکا، نیازی داشته باشه که جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی شروع بکنه برای سرنگونیش. اما به هر حال اگر به این سمت هم داره میره، ما داریم میبینیم که چقدر مردم فاصله گرفتن.
و همونجور که شاهزاده هم تون بیانیه موزشون گفتن، این از دل مردم هم میاد که این جنگ رو جنگ جمهوری اسلامی و سپاه میدونن، سپاه انقلاب اسلامی با اسرائیل و نه مردم ایران، و تحت هیچ شرایطی در کنار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرند، حتی اگر حمله نظامی تمام عیار به جمهوری اسلامی بشه. جز این جز مهم هست که بهش دقت کنیم، جز شیفتگان سپاه تروریستی که در تیتر امشب هم هستش، اون شیفتگان سپاه فقط حامیان گسترش انقلاب نیستند. ما تو بعضی از فرقه ها هم میبینیم، فرقه هایی که به ظاهر ممکنه مخالف جمهوری اسلامی باشند اما در واقعیت خندق های نظام هستند و در واقع به نوعی دلشون سمت سپاه هست، بهانه‌های مختلفی هم میارن که ازش حمایت کنن. اما این نکته بود من میخواستم روش صحبت بکنم، ولی بذاریم بگذاریم چون به روز صحبت بکنم برای رجوع این حمله ای که ظاهرا البته اخبار خیلی موثق نیست اما ظاهرا جمهوری اسلامی با پهپاد شروع کرده. ممکنه مثل عین الاسد باشه و از قبل گفته باشه که میزنیم شما هم بگید زدید، مشکلی نیستش، جان ما جلوی ذوب‌شدگان در ولایت آبرو داریم، یا هم که ممکنه واقعا به سیم آخر زده باشه سید علی خامنه ای با متاسفانه ممکنه به تحلیل به هر حال دفتر مطالعات استراتژیک به همراهی دفتر دیدبانی حزب نوین چند وقت پیش هم یه تحلیل دادن که جمهوری اسلامی به بمب اتم خیلی نزدیک شده و ممکنه این شرارت های اخیرش که 7 اکتبر چه حمله به پاکستان و چه این کاری که این کارو کرده برای رونمایی از بمب اتمش باشه. شما تصور کنید یک سپاه پاسدارانی داریم، گروه تروریستی، گروه های نیابتی داره و همه مواردی که میدونیم یه بمب اتم هم داشته باشه. اون وقت چگونه میشه جلوی این ایستاد؟ چگونه میشه جمع کرد این گروه تروریستی رو از روی کره زمین؟ تنها راهی که در اون حالت وجود خواهد داشت همون راهی است که امروز بهترین راه هستش، یعنی از طریق مردم و سرنگ جمهوری اسلامی، همون اتفاقی که شوروی براش افتاد. شوروی هم دقیق عددش یادم نیست ولی اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 2000 کلاهک هسته‌ای داشت، اگر اشتباه نکنم، موقعی که فروپاشی شد و سقوط کرد. و حالا جمهوری اسلامی، رضای عزیز اگر اشتباه میکنم تصحیح هم بکنه، طبق مطالعاتی که شما داشتید میتونه تا 3 تا کلاهک داشته باشه اگر اشتباه نکنم. لطفا به این حافظه من کمک کن که اون 3 درست هم هم. و به حال با 3 تا کلاهک با 2000 تا متفاوت هست اما فرق نمیکنه، مردم هستن که میتونن از شر سپاه راحت بشن و جهان رو راحت بکنن. اینجاست که اهمیت اون سند هم پیدا میشه، یعنی ما اگر به اون دلیل اصلی که این سند تهیه شده بتونیم موفق بشیم دنیا رو بیاریم پشت این داستان که سپاه رو تروریستی اعلام بکنن و راه نجاتشون حمایت حداکثری از مردم ایران هست، تمام اون شیفتگان سپاه، چه حامیان گسترش انقلاب، چه اون فرقه هایی که به نوعی خندق نظام هستن، اونها هم خل سلاح خواهند شد. دنیا نگاهش به سپاه همونی میشه که بایستی باشه چون سپاه گروه تروریستی است. من فکر میکنم در این مقطع بخوام دوباره برگردم به مسائل روز برسم و نظر خودم رو بگم، حالا به هر حال فکر میکنم حزب نوین بایستی زودتر یه جلسه بذاریم صحبت بکنیم که آیا میخوایم موضعی بگیریم یا نه، و به هر حال موضع حزب مشخص فرش. من به عنوان کسی که همین الان خبر میگیره و نظر شخصیم تلقی بشه لطفا، این هستش که ما بایستی قاطعانه موضع بگیریم و بگیم که اگر جنگ شروع شد ما کنار جمهوری اسلامی نیستیم به هیچ عنوان تحت این شرایط، و بایستی به دنیا کمک بکنیم که این گروه تروریستی که عامل جنگ هست و شروع کننده جنگ هست هر چه زودتر به عنوان، تو صحبت آرش هم بود، به عنوان معادل داعش شناخته بشه و همون کاری که به داعش کردن رو همه دنیا با یک ائتلاف بین‌المللی انجام بدن و برای این روی مردم ایران حساب ویژه باز بکنن و برگردیم به همون راهنمودی که شاهزاده همیشه داشته که فشار حداکثری به رژیم و سپاه تروریستیش و حمایت حداکثری از مردم، این راه نجات دنیا هستش از سپاه پاسدار. من فکر میکنم بیش از این ادامه ندم صحبتم، چون کلا اون چیزی که میخواستم بگم تغییر کرد و ترجیح میدم که
بحث، چون به هر حال ممکن دوستانی که اتاق هستن هم سوال داشته باشن، براشون دغدغه‌ای باشه که بتونیم اینجا بحث رو بازتر بکنیم و بهش بپردازیم و احتمالا بیشتر راجع به جنگ و نقش سپاه در این جنگ بگیم و اینکه آیا اصلا سپاه این هیمنه پوشالیش پوشالیست واقعا به زعم ما، یا اینکه نه چیزی هم در چنده داره که من گمان نمی کنم چیزی در چنده داشته باشه. خیلی ممنون هادی، میتونیم ادامه بدیم. سپاس از شما، سپاس از شما حامد جان، ممنونم از توضیحاتتون. آرش جان شما مایک زدید، توضیح دارید بفرمایید، بعد صحبت های تکمیلی من اجازه بخوام که کوتاه یه چند تا نکته رو بگم که به نظرم مهمه. اصل اون کاری که ما میخوایم بکنیم در واقع ورای حتی تروریستی اعلام کردن سپاه هست. قصه چیه؟ قصه اینه که دنیا یک خبطی کرده و اومده یه خلافت رو سعی کرده توی ظرف نظام حقوقی بین الملل جا بده و بعد نوع نگاهش، نتیجه این نوع نگاهش چی شده؟ نظام بین المللی مجموعه دولت ملت ها هستن که تحت در واقع نظام حقوقی بین الملل با هم تعامل میکنن. نتیجه این نوع نگاهش که خودش رو محدود کرده به نظام حقوقی بین الملل اینه که بیاد بگه که خیلی خوب، اینجا ما با یه روگ استیت طرفیم، با یه دولت ملتی طرفیم که یاغی شده و یه مشتم پراکسی داره، نیروی نیابتی داره و اینها. خب این اشتباه رو در مورد داعش نکرد دنیا، نیومد داعش رو منتسب بکنه به شامات یا عراق و سوریه و اینها. با اینکه میگفت من اسلامیک استیتم، اونا گفتن خب خیلی خب به سلامتی، شما اسلامیک استیت هستید، نیشن استیت نیستید و توی این ظرف نظام بین الملل جایی ندارید. اتفاقی که، خیانتی که در حق ملت ایران اتفاق افتاده این است که نه کلیت خلافت انقلاب اسلام، بلکه یه استانی از اون رو اومدن به عنوان دولت ملت ایران، کرسی ملت ایران در ملل متحد رو دادن بهش. این نوع نگاه به نظرم مهمه که مطرح بشه و حالا مخالفینش هم صحبت بکنن، موافقینش هم صحبت بکنن. از نظر در این نوع نگاه خود جمهوری اسلامی هم یه نیروی نیابتی مجموعه خلافت انقلاب اسلامی است. خود اینها حرفاشون، فرماندهان سپاه، دیگران، خاطرتون هست طرف میگفت که نگه داشتن سوریه برای ما از نگه داشتن خوزستان مهمتره. خب بله، به خاطر اینکه اینا کل ایران رو یک استانی از این خلافت میبینن و البته که بخشی از یک استان اهمیتش براشون کمتر است تا یک استان کامل سوریه. اینها تا حدی در واقع این مجموعه خلافت انقلاب اسلامی شباهت داره به یک مدل فدرال، البته مثلا یه مدل فدرال درست حسابی که در دنیا هست و اگر که حسابی گند بزنی بهش میشه یه چیزی مثل این. چطوری؟ اینطوری که به قول خودشون سرزمین های محور مقاومت، اسم غیر رسمی این خلافت انقلاب اسلامی همین محور مقاومت، اینا رو میدن دست دولت های محلیش، جمهوری اسلامی در ایران، حزب الله در لبنان، انصار الله در بخشایی از یمن و سایر به اصطلاح نیروهای نیابتی. اینا یه آزادی عمل عملیاتی دارن تا مادامی که تو حوزه استراتژی پیروی محض داشته باشن و یه جاهایی هم بهشون فرمان، یعنی کامندن کنترل و سلسله مراتب فرماندهی توی این سیستم وجود داره، منتها چون یه جاهایی فرمانی که داده شده فرمان آتش به اختیاره، این توهم ممکنه از بیرون ایجاد بشه که اینا مثل که آزادی عمل دارن، اینا مثل که خودشون عمل میکنن. آقای سردار بورل و امثال ایشون هم میان و میگن که حالا نه خیلی هم مثل که اینا کنترل ندارن روی پوسی ها، اینا مثل که خودشون تصمیم میگیرن، که خب مسخره هست این حرف. اینا فقط در حوزه هایی که بهشون اجازه داده شده باشه میتونن تصمیم بگیرن و عمدتا هم اینجوریه که بیشتر خط قرمز براشون تعیین میشه و بیشتر بهشون گفته میشه که چه کارهایی رو اجازه ندارن بکنن
و غیر از اون بقیه کارا رو آزادن. این نوع نگاه که شما اشتباه کردید که یک دولت محلی در یک استانی از یک خلافت رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، به رسمیت شناختید به عنوان دولت ملت ایران، این اشتباهتون رو باید جبران میکنید. اینا خودشون رو به ندیدن میزنن، یه سریشون حامی در واقع این داستان هستن به خاطر این که میخوان، ادعاشون این هست که ما میخوایم کانتر بالانس بکنیم، یک پاور ایمبالانسی هست در منطقه چون اسرائیل خیلی قویه، امثال همین بورل رو میگم و دیگرانی شبیه به او، که آره پاور ایمبالانس اونجا زیاده، باید این توازن قوا ایجاد بکنیم، و به این بهانه میان تمایلات ضد اسرائیلی خودشون رو از طریق این مجموعه سعی میکنن بروز بدن و حمایت میکنن ازش، و حرفشون اینه که آره اینم به هر حال یه دولت ملتی است در این منطقه. خب این باید، این نگاه باید اصلاح بشه، باید بپذیرن که آقا این کسی که استاندار این استان در خلافت هست رفت توی مجمع عمومی ملل متحد، اینا به نظام حقوقی بین الملل با چه اسمی اشاره میکنن؟ بهش میگن نظام سلطه. طرف رفت توی عالی ترین نهاد قانونگذاری قوانین بین الملل در نظام بین الملل، 7 بار توی سخنرانیش، توی آخرین باری که در مجمع عمومی توی سپتامبر گذشته بود، 7 بار از لفظ نظام سلطه یا ترکیباش استفاده کرد برای اشاره کردن به نظام بین الملل. اون چه که نهایتاً باید اتفاق بیفته اینه که باید دنیا بپذیره که اشتباه کرده و اون خلافت اسلامیک استیت با این خلافت اسلامیک ریولوشن فرقی نداره و باید این اشتباهش رو جبران کنه و بپذیره که یک استانداری در خلافت دولت ملت ما نیست. این اصل اون نگاهه. حالا من باز متوقف میکنم، صحبت رو در خدمتتون خواهم. سپاس از شما. من الان یه خبری رو خوندم، ظاهراً سخنگوی نیروی دفاعی اسرائیل حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل رو تایید کرده و گفته که این حمله شامل ده‌ها پهباد انتحاری هستش که در حال حاضر دارن از عراق عبور میکنن. مثل اینکه ساعت‌ها طول میکشه تا این پهپادها به اسرائیل برسن و اینکه پارازیت جی پی اس و سایر اقدامات هم از سمت ایالات متحده و سایر کشورهای متفق در حال حاضر بر رهگیریشون داره انجام میشه. به حال شرایط عجیب غریبی هست. من خوش آمد میگم خدمت جناب ارجمند گرامی. میکروفون در اختیار شماست قربان، اگه پرسشی دارید بفرمایید. قبلش من عذرخواهی میکنم، جناب عرب شما توضیح اضافه تری پیرو صحبت های حامد جان یا جناب بهبود دارید؟ اگر دارید بفرمایید که مسئله اون رو ببندیم، بعد بریم خدمت احسان عزیز برای طرح پرسششون. ممنونم ازت حاجی جان، از همه همراهان که صحبت کردن. من کوتاه فقط بگم، بعدش حالا در خدمت احسان ارجمند عزیزم هستم. منم دیدم تو اخبار که جمهوری اسلامی حمله پهپادی رو شروع کرده. باید یه مقدار صبر کرد که ببینیم آیا فقط حمله پهپادی است، یعنی یک ژست، یا اینکه خب این شروع یک عملیات مثلا برای درگیر کردن پدافند. من به دوستان و حالا همراهان ما که در داخل کشور هستند میگم که حالا در هر شرایطی جمهوری اسلامی در هر حدی که میخواد این عملیات رو شروع بکنه، اول به امنیت خودشون و خانوادهشون فکر بکنن. ما باید اینو در نظر داشته باشیم که تک تک ایرانیان میهن دوست رو نیاز داریم برای پس گرفتن ایران و بازسازی ایران. در رابطه این اتفاقی که الان داره میفته، خودش به نظر من در راستای همون نگاه ما به حالا سپاه پاسداران و اقداماتی که انجام میشه میده قرار میگیره. ما باید از همون منظر بهش نگاه بکنیم. دیروز شاهزاده هم در پیامی که دادن خطوط استراتژیک رو گفتن که این به نظر من در تحلیل ما و نگاه ما به مسئله
و اون توصیه‌ای هم که کلن به دوستان میکنیم، به اون شبکه‌ای که در پیرامون ما هست باید انجام بدیم، هم باید همون باشه که این جنگی است که خامنه‌ای و پاسدارانش شروع کردن و مردم ایران درش نقشی ندارند و جنگ مردم ایران نیست و ملت ایران خواهان چنین جنگی نیستند. همونطور که زمانی که زاهدی کشته شد که بعد خودشون گفتن که از طراحان عملیات 7 اکتبر هم بوده آقای زاهدی، همونطور که مردم از 7 اکتبر به این ور نشون دادن و به نظر من تا حدودی هم موفق بودیم از حیث نقطه گذاری هایی که داشته، عملیات هایی که انجام دادن مردم در خیابان از استادیوم بگیرید تا خارج از کشور، ما تونستیم از این فرصت هایی که این ساختار تحولات بین‌المللی در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم که نشون بدیم مردم اسرائیل دوستی تاریخی دارن و نزدیکی فکری دارن از حیث امنیت منطقه‌ای با مردم اسرائیل. همین رو ما میتونیم استفاده بکنیم در چنین شرایطی، اون سپاه اشغالگر ایران رو به صورت منفرد و هم علی خامنه‌ای رو مسئول این جنگ بدونیم و در تمام اتفاقاتی که در ساعت‌های آینده میفته، میگم فعلا هم من دیدم حمله پهپادی شده، باید ببینیم آیا موشک هم شلیک میشه یا نه از سمت ایران، یا این مثلا پهپادی برای هارا اون اوورمن کردن سیستم پدافندی است، فقط حزب الله میخواد حمله بکنه بعدش. اما اگر به اون شرایط برسیم، ما باید اتفاقا بیشتر این کوشش های خودمون رو تقویت بکنیم در نشان دادن اینکه یک سپاهی است پاسداران علی خامنه ای، اشغالگران سرزمین ما هستند و در تمام اتفاقاتی که میفته ما در حزب ایران نوین و تمام ایرانیان میهن پرست باید دغدغه‌شون حفظ حاکمیت ملی ایران باشه و تقویت منفعت و مصلحت ملی ایران در اتفاقاتی که در روزهای آینده رخ خواهد داد. عذرخواهی میکنم طولانی شد صحبتم، در خدمت هستم. سپاس از شما، تشکر میکنم. ممنونم از توضیحاتتون، خیلی سپاسگزارم. واقعا در شرایط فعلی وظیفه سیاسیون از جمله احزاب سیاسی خیلی به نظر من مهم هست. به هر حال موازه در این فضایی که ذهن جامعه بسیار پارادوکسیکال هست، خیلی مهم هست این موضع گیری ها برای اینکه روشن کنیم ما در چه شرایطی قرار داریم. جمهوری اسلامی همینطور که رضا شاه دوم فرمودند، جنگ خامنه ای جنگ ملت ایران نیست، جنگ خلافت اسلامی خامنه ای هستش. ولی به هر حال بایستی ما این مسائل رو تبیین کنیم. به نظر من ظاهرا یک خبری هم درباره بسته شدن حریم هوایی تهران اعلام شده و این خبر هم ظاهرا تایید شده. من گفتم این رو هم بگم. عذرخواهی میکنم از تو احسان ارجمند عزیز، درود بر شما. میکروفون در اختیار شما، صدای قربان شما. خواستم به همه دوستای گرامیم سلام بگم، درود به همه شما، کسایی که واقعا دارم هر روز زیاد میگیرم ازشون تو این از طریق سوشال مدیا یا از طریق صحبتایی که میکنیم. دوستان خواستم بگم که داریم میبینیم که حالا اسم علی خامنه ای رو همه میاریم، ولی مسئول بزرگ تمام این حتی اگر فقط در حد جست باشه این ریسکی که داره وارد کشورمون میشه، نکبت 57ه. این علی خامنه ای در اون نکبت و اون اتفاقات 57 نمایندگی میکنه. کسی نمیتونه از زیر مسئولیت خودش در بره. کشور ما داره به ورطه جنگ کشیده میشه برای بار دوم، داره ممکنه ویرانی‌های بزرگی اتفاق بیفته. نمیدونیم هنوز عملش اطلاعی نداریم چه اتفاقایی میفته و این توسط علی خامنه ای داره صورت میگیره و مسئولش همون نکبت 57 بود که بر سر ملت ایران خراب شد. جمعیت به این بزرگی 90 میلیون اصلا در مورد سرمایه های مالی و نفت و گاز و این چه صحبت نمی کنم. 90 میلیون انسان تحصیل کرده، روشن، جمعیت بسیار قوی و الان ما تبدیل شده کشورمون بس از نکبت 57 به یکی از کارت های بازی روسیه. حالا این که در مورد خلافت اسلامی صحبت میکنیم، این بحث ایدئولوژیکیه که چپ ها به وجود آوردن، ولی همه اینا در خدمت یک کارتی برای بازی کردن
روسیه در برابر کشورهای دیگه یا چین در برابر کشورهای دیگه شده. این یه چیزی خواستم عرض کنم خدمت، نظر شخصی من هست در مورد، میخواستم بگم که در پیام شاهزاده یه بحثی اومده در مورد ریزش نیروهای نظامی. دوستان ریزش ها شروع شده، بی دلیل نیست که الان 30% نیروهای نظامی از کشورهای خارجی دارن وارد میکنن، ملت بیدار شده داریم. فقط اینو میخواستم بگم که چطوری میتونیم به این نیروهایی که ریزش کردن ما این ریزش ها رو ادامه بدیم. من خواستم از دوستای به خصوص علیرضا عرب عزیز که اینجا یه توضیح بدن در مورد ریزش های نیروی نظامی و این پیامی که در نقطه‌ای که در پیام رضا شاه بود خواهش میکنم یه توضیح بدین. خیلی ممنون دوستان. دوستان صدای هادی قطع شدش؟ حامد جان صداشون قطع شده. اوکی خب پس تا مشکل هادی حل بشه رضا جان شما میخواید پاسخ احسان گرامی رو بدی؟ بله حتما. ممنون ازت احسان بابت سوالی که پرسیدی. در مورد ریزش که پرسیدی، حالا صحبت اخیراً زیاد شده که نمود این ریزشی که صحبت ازش میشه خودش همین کشته شدن سران سپاه در داخل کشور، در خارج از کشور، برخی از سران نظامی در خارج داخل کشور و خارج کشوره. این خودش این نمود رو داشته و بوده موارد متعددی که ما دیدیم، حالا اطلاعاتی که خارج شده از کشور یا عملیات هایی که علیه جمهوری اسلامی انجام شده. خود بحث هسته‌ای و حالا دانشی که خیلی از حالا حتی اون چیزهایی که آزاد هست در دسترس هست در مورد مرحله‌ای که جمهوری اسلامی هست از حیث هسته‌ای، بخشش خودش از همین موارد هست. در مجموع یک نمودی داره، اما خب معمولا ریزش اونجوری که ما همه متوجه میشیم ریزش شده در شرایط بحرانی پیش میاد. یعنی ریزش ها معمولا به این شکل نیست که طرف کاملا از سیستم جدا بشه و بپیونده به صفوف مردم انقلابی. معمولا در شرایط اولیه اون افرادی که حالا در اون مفهوم بسیار گسترده ریزش قرار میگیرن کسانی هستن که در درون سیستم هستند و یا حالا به دلیل اینکه دیگه وفاداریشون به سیستم تمام شده و یا اینکه به دلایل منفعت اقتصادی یا منافع دیگه‌ای که ممکنه داشته باشن، همینطور که میدونید خیلی‌هاشون خانواده یا بچه در خارج از کشور دارن، همکاری‌های مقطعی یا بلند مدت با خارجی ها یا ممکنه با انقلابیون انجام بدن. لذا نمودهای چنین ریزشی در مفهوم بسیار گستردهش رو ما مدت هاست که میبینیم. ریزش اونطوری که همه حالا ناظرین ببیننش در بحران رخ میده. مثلا اگر در براندازی ما به مرحله‌ای برسیم که به آستانه سرنگونی رژیم برسیم، شما میبینید که بسیاری از اینها آشکار میشه. همین الان جمهوری اسلامی با وارد شدن در یک جنگ خودش شرایط رو آنقدر بحرانی میکنه در درون سیستم که ریزش های متعددی رخ میده و از همون منظر من باز برمیگردم به نکته که گفتم، پیام شاهزاده که دیروز منتشر شد اون نکات و نقاط اصلی استراتژیک رو برای هفته ها و ماه های آینده مشخص کرده. در اون هم اشاره شده به این مسئله که نیروهای میهن پرست در نیروهای نظامی ایران اینها باید واکنششون بدن و خب شرایط هم به طوری شرایط هم آنقدر دشواره در داخل کشور که حتی از منظر معیشت و منفعت روزمره اقتصادی هم به نفع بسیاری از نیروهای درون کشور نیست، نیروهای نظامی در داخل کشور دارن خدمت میکنن نیست که یک جنگ بر مردم ایران تحمیل میشه. تنها کسانی الان حامی و عامل این جنگ هستند
که به ایران به عنوان یک قلمروی اشغال شده نگاه میکنن و آرمانشون انقلاب اسلامیه و در راستای گسترشون انقلاب اسلامی دارن کوشش میکنن. لذا من بخوام جمع‌بندی بکنم، بحرانی که به وجود آوردند شرایط رو بسیار فراهمتر میکنه برای ریزش هایی که حداقل ناظرین عمومی بتونن ببینن، و این معمولا از اون اشتباهات استراتژیک که دیکتاتورها در شرایط بحرانی در تاریخچه سقوطشون انجام میدن. در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. من امیدوارم الان صدام باشه. من باگ خوردم، مجبور شدم از این افتادم بیرون از اسپیس. ممنونم، متشکرم. نمیدونم، ظاهرا خیلی تحت ریپورت شدید هستیم، به خاطر همین اصلا ما نتونستیم کوهاستم برای اسپیس داشته باشیم و این قضیه رو سخت‌تر هم میکنه. امیدوارم دیگه از این به بعد مسئله فنی نداشته باشیم. من جناب بهگور رو هم میبینم که تشریف بردن پایین، اگر صحبتی هست هندرایز کنید لطفاً. جناب بهگور تشریف بیارید بالا، در خدمتتون باشیم. متاسفانه اخبار همینطور داره میاد. حریم هوایی یمن، سوریه و عراق ظاهراً کلیر شده، حریم هواییشون بسته شده و به هر حال این قضیه دیگه تقریباً میشه گفت تایید شده هستش. سپاس از احسان عزیز بابت پرسشش و سپاس از جناب عرب. حامد جان، شما یا آران عزیز اگر توضیح اضافه دارید بفرمایید، اگر نه بریم خدمت اکانت چاو تایمز. من یه نکته تکمیلی دارم اگر میخوای الان میگم یا بعد از آران. خواهش میکنم آران جان، شما فرمایشی دارید بفرمایید که بعدم حامد. اگر در این زمینه از حامد جان میخواییم بگیم، من خیلی دلم میخواست که به بخش دوم در واقع تایتل اسپیس امروزمون یه ذره صحبت کنم و بپردازم که همون فرقه ها و خندق های نظام هست. فکر میکنم راجع به اون هم بد نیست حالا صحبت کنیم، ولی خب چون اگر صحبت در ادامه صحبت دوستان برای حملات امشب هست، میخوایی که شما بگو فعلا تا بعد من بگم. مرسی آران. آره اتفاقا منم فکر کرده بودم که به حال صحبتی که میخواییم بکنیم میتونیم از این صحبت بکنیم که سپاه انقدر منفور شده که خود جمهوری اسلامی برای زدن شاهزاده رضا پهلوی هم از سپاه استفاده میکنه. ولی خب به حال من میدونم که الان دغدغه خیلی ها ممکنه و چششون به اخبار باشه که آیا واقعا حماقت های جمهوری اسلامی و سید علی خامنه ای، نکته احسان درست هستش، سید علی خامنه ای نتیجه نکبت 57 هستش، ولی به حال امروز متاسفانه فرمان به دست این پیر خیاط افتاده. البته من همیشه وقت حرف زدم بلافاصله متوجه شدم که حرف خوبی نزدم، توهین به سن نباشه، به حال هممون این تجربه خواهیم کرد. ولی منظورم اینه که این فرد دیکتاتور بی عقلی که ایران رو داره به سمت جنگ میبره و متاسفانه خب به حال هموطنانمون هم این وسط ممکنه درگیر بشن، خسارت بدن و هزینه بدن که هر لحظه از ادامه جمهوری اسلامی هزینه میدن متاسفانه هم وطنهای درون ایران. بذاری من خیلی کوتاه بگم که نکته که راجع به ریزش پرسیدن و نکته که تو صحبتهای شاهزاده بود چرا اهمیت پیدا میکنه. ما تک تک ماها میتونیم کمک بکنیم به این ریزش با دو کار. یکی این که واقعا بپذیریم و بدونیم که بدنه سپاه، ما اعتقاد داریم سپاه یک سازمان تروریستی است و تلاش داریم میکنیم، حزب نوین به طور خاص و همه اکثر کسایی که خارج هستیم، که این سازمان همونجور که هست و خودش میدونه شناسایی بشه یک سازمان تروریستی. اما بدنه سپاه، بدنه ای که اکثرشون هم تحت فشار و ستم سرکرده‌هاشون هستن، باعث تمایز قائل بشیم با اون سران تروریست خونخوار آدمکش و هر صفت دیگه که میخوایم بهش اضافه بریم. و اون ریزشی که ما صحبت میکنیم در سپاه و شاهزاده رضا پهلوی به خاطر صحبت میکنه راجع به سران نیست. کسی انتظاری نداره که کسی که تا خرخره به فساد و خون آلوده است، خون از سر روش میریزه،
ریزش بکنه. نه کسی چنین انتظاری داره و نه اصلا قابل پذیرش هستش. اینها اگر ریزش بکنن یک راست بایستی به دادگاه های صالح و دادگاه های عدالت انتقالی منتقل بشن و پاسخگو بشن و کمترین حکم احتمالا حبس ابد خواهد. اما اگر ما راجع به بدنه و ریزش صحبت میکنیم، ریزش در بدنه سپاه و ارتش، چون ارتش هم تفاوت چندانی نمیکنه، سران ارتش فرمانده همشون سپاهی هستن. این کسی این حرف رو میزنه که هم پدرم ارتشی بوده و هم دوتا از عموهام در ارتش بودن و شما در ارتش جمهوری اسلامی هم فرمانده رد بالا نمیبینید که سپاهی نباشه. پس حالا که سعی کردم واضح بگم که اگه من دارم میگم سوء تفاهم پیش نشه، راجع به بدنه دارم صحبت میکنم، بدنه پایین ارتش و سپاه و حتی در یه درجه خیلی خفیفتر، خیلی خفیفتر و کمتر، ممکن در بسیج هم که امروز جزء از سپاه هستش، جزء از نیروی زمینی سپاه هستش حساب میشه، هم این بدنه هم ممکنه ببینیم در خفیفتر. اون ریزش از الان ما هم میتونیم کمک بکنیم. اگر پیام شاهزاده خطاب به اونهاست، شما پیام پیمان نوین شاهزاده هم ببینید، خطاب به اونهاست، میگه که شما نمیبینید که سران سپاه و ارتش دارن حق شما رو هم میخورن. اونها اگر جنگ بشه، خانواده اونهاست که خود فرمانده ها نیستن که سفر اول جنگ میرن، سربازان میگیم اون کاد بدنه به پایین هستن، خانواده اونها هم چشم انتظار عزیزانشون هستن که آیا جانشون رو در حماقت های سپاه، سپاه تروریست و خامنه میدن یا نه. ما با منتقل کردن صحبت ها در سطح جامعه، اگر کسی رو میشناسیم که وابسته اون خانواده هاست، اگر کسی از اطرافیان خود میشناسیم که در اون بدنه هستند، ترغیبشون بکنیم به نافرمانی، ترغیبشون بکنیم به خرابکاری شرافتمندانه، ترغیبشون بکنیم به جدا شدن از سپاه و نذاشتن جونشون برای سید علی خامنه ای و سپاه تروریستیش، و گسترده‌تر کردن این که این ریزش در بدنه سپاه و ارتش امروز هست که باید اتفاق بیفته، روزی که دقیقا جمهوری اسلامی و خامنه ای داره ایران رو به سمت جنگ میبره. من فکر میکنم که خیلی مهم است که این بحث رو به سطح جامعه باز بکنیم، مطرح بکنیم و تلاش بکنیم که اون بدنه رو، باز تکرار رو که اون بدنه صحبت میکنیم، بدون نیروهای ارزشی، نیروهایی که با باور به اون مهدیشون، با باور به اون گسترش انقلابشون، با باور به اون سرانشون اصلا صحبت نمیکنیم. از 260 هزار عضو سپاه نمیتونیم بگیم همه 260 هزار عضوشون از همین قشر هستن. این تفاوت رو به نظرم باید قائل بشیم. فکرم خیلی طولانی حرف زدم، منتها چون بحث حساسش نگران بودم که سوی تفاهم ایجاد بشه و دشمنان بخش هایش رو بردارن که این کار خواهند کرد، استفاده خواهند کرد، بردارن، یکی مقداری سعی کردم توضیح واضحات بدم. ممنون، سپاس از شما، خیلی متشکرم. من تا زمانی که ظاهرا آقای بهگو هم به مشکل فنی برخوردن و افتادن پایین، اگر که لطف کنید ایشون رو هم بیارید روی استیج و مایک بهشون بدیم ممنونتون میشم. تا اون موقع اکانت چاو تایمز رو بشنویم، پرسششون رو، و بعد هم دوباره بحث رو ادامه بدیم. بله، اخبار همچنان داره پیش میره، حتی آقای خوابالو رئیس جمهور آمریکا هم با تیم امنیتی خودش جلسه گذاشته و بله، شرایط به هر حال نگران کننده هست. درود بر شما جناب اکانت چاو تایمز، 3 دقیقه میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. درود بر همگی، شب و روزتون بخیر باشه. من یه چند تا سوال افتادن پایین. صدای من در صداشون هست؟ بله، من صدای شما رو دارم. آرام جان فکر کنم شما باید خروج کنید. بله، من دو تا سوال داشتم. سوال اولم در مورد ریزشی های نظامی هست که حالا یک توضیح قبلش میدم و گفته های من کاملا به اعضای چاو ارتباط داره و اصلا مرتبط با برگزار کنندگان اسپیس نیست. خب موضوع ریزش در بدنه نیروهای نظامی اتفاق افتاده و ارتش رو که ما یکم بیشتر در جریانش هستیم، چون در استان لرستان چندین نفر بودن که پیگیر اخبارشون بودیم و اخبارشون رو نشر دادیم، از جمله آقای رضا کوشکی نژاد و
جواد بهداد و احسان صفار. سیستم در ارتش به گونه ای هست که مثلا یک فرمانده اگر ریزشی باشه، نیروهای زیر دستش خب تابع امر اون هستن. اما آقای مثلا حالا اسم میارم میگم که این مسئله فقط به خود اعضای چاو مرتبط هست، آقای رضا پوشکی‌نژاد از رسته پشتیبانی بودن و آقای بهداد هم از رسته حمل و نقل بودن، یعنی جایگاه ویژه‌ای نداشتن تو ارتش و حالا نیروی زیر دست آنچنانی هم نداشتن. پس نتیجه گیری این است که قدرتی هم در ارتش نداشتن و بعد از اونها هم اخباری که ما پیگیری کردیم اصلا نیروی ریزشی بعد از اینها به اون صورت اتفاق نیفتاده. سوال این هست که ایران نوین به عنوان یک حزبی که در چارچوب صحبت‌های شاهزاده و چارچوب ایران داره جلو میره، چه تدبیری برای این موضوع دیده و چه برنامه ریزی برای این موضوع داره که بتونه به نیروهای ریزشی کمک کنه و اصلا نیروهایی که قرار بریزن باید چه کاری انجام بدن، یعنی به چه سمت و سویی برن؟ این رو من از زبان خیلی از بچه های ارتش دارم میگم که ممکنه بعدها هم ویدیوهاش رو بگیم منتشر کنیم. در واقع دو تا از ارتشی هایی که متاسفانه هم استانی ما بودن به علت درخواست مکرر مسائل مالی ابراز کردن به ما دوستان ارتشی دیگه که ما نگران هستیم که اگر بخوایم ریزش کنیم یا بخوایم طرف مردم بیستیم به این گونه خواهد بود که آبروی ما میره و ما به خواری میفتیم، مجبوریم از مردم پول بگیریم. یعنی از دید ما این دو ارتشی اصلا امن نیستن و سمت و سوی خوبی هم نمیرن و اتفاقا برعکس به سمت و سوی رفتن که ارتشی های دیگه جرأت ریزش نداشته باشن. سوال بعدیم هم در رابطه با این هست که خب اخبار به شدت داره در مورد اینکه ایران و اسرائیل وارد جنگ میشن، بسته شدن فرودگاه بین المللی تهران و حریم هوایی اون، موضوع کشتی توقیف شده ای که صبح اتفاق افتاد، انتقال سامانه الکترونیک کراس، حالا اسم دقیقش رو نمیتونم بگم، اختلال جی پی اس تو عراق و کویت و سوریه و لبنان و چند خبرگزاری هم که اعلام کردن موشک کروز برد بلند به سمت اسرائیل شلیک شده یا احتمال شلیکش وجود داره. با این اخبار زد و نقیزی که لحظه‌ای داره تو فضای مجازی ارسال میشه، میخواستم بدونم که برنامه ایران نوین در آینده اگر خدای نکرده کشور ما وارد جنگ بشه چه برنامه و چه تدبیری اندیشیدن که موضوع جنبش ملی و انقلاب ملی مردم ایران چطوری به حاشیه نره و ما بتونیم دفاع کنیم هم از اون آرمان مردم ایران و به قولی جدا کنیم مردم رو از حکومت جمهوری اسلامی. متشکرم، ممنونم بابت وقتی که دادیم. من چند لحظه هم اگه میشه بمونم شاید سوالی زی قرار پرسیده بشه. سپاس از شما. بله حتما، من آخرین خبر رو بگم قبل از اینکه دوستان زحمت پاسخ به پرسش های شما رو بکشند. ظاهرا 40 تا فروند پهباد شاهد 238 از بیابان‌های سمت طلاییه شلیک شده و همینطور از کرمانشاه، دوکوهه در غرب ایران و پایگاه پنجم شکاری نیروی هوایی در امیدیه و مناطق دیگه هم به سمت اسرائیل پهبادهای شلیک شده، ضمن اینکه به اردن نزدیک شدن پهبادها و علی ظاهر بر اساس اعلام سپاه تروریستی حمله موشکی هم به زودی شروع میشه. در خدمتم جناب بهگوش، شما افتاده بودیم پایین در پاسخ به پرسش دوست عزیزمون، شما بفرمایید که بعد هم برسیم خدمت سایر دوستان. اجازه بفرمایید که این پرسش خاص رو دوستان دیگر بهتر میتونن جواب بدن، من بعدش یه نکته ای رو راجع به سپاه اضافه خواهم کرد. بله حتما، چون در مورد حزب هم هست اجازه بدیم، پس حق با شماست.
جناب دکتر عرب شما فرمایشی دارید بفرمایید، بعد هم آران جان اگر صحبتی دارن، بعد هم حامد عزیز. من سپاسگزارم از چار تایمز عزیز که سوال رو پرسیدن. در مورد سوال دوم، با فرض این که حالا امکانات رسانه‌ای حزب ایران نوین محدودیت‌هایی هم داره، چون مربوط میشه به اون طرح شرایط فوق‌العاده حزب، من اجازه میدم که دکتر شیبانی در این مورد صحبت بکنه. در حوزه اختیارات ایشونه، من تو دفتر مطالعات نمیتونم خیلی در موردش صحبت بکنم. در مورد بحث اول اما میتونم یه سری نکات رو بدم، میگم حداقل حدس میزنم بخشی از پرسش ها رو بتونم پاسخ بدم. اشاره کردن در یک دوره‌ای ما چند تا ریزش کننده‌ای که به صورت علنی به صفوف مردم پیوستن رو داشتیم. تایید کننده همون نکته‌ای که من قبل‌تر گفتم که در شرایط بحرانی است که شما می‌بینید از نیروهای نظامی، از ارتش به مردم ملحق میشن. در شرایط عادی چنین اتفاقی نمیفته، به دلیل اینکه سیستم مجازات و تنبیه در نیروهای نظامی بسیار سختگیرانه است و شرایط متفاوتی داره. حالا در جمهوری اسلامی برای همه سخته، اما خب خودتون میدونید که در نیروهای نظامی شرایط بسیار ویژه‌ای داره. دادگاهی نظامی شکل متفاوتی از تنبیه رو اعمال میکنن و خب معمولا نظامی ها در شرایطی میپیوندن به صفوف مردم که بحرانی باشه. اینکه ما چه میکنیم در شرایط فعلی، ما در حال حاضر با کاری که باید بکنیم و میکنیم شناسایی فرماندهانی است که در شرایطی که ریزش ها گسترش پیدا کرد، اینا توانایی فرماندهی یگانه های مقاومت رو و یگانه های نظامی که به مردم پیوستن رو داشته باشن. همینطور که حالا دوستمون اشاره کردن به مواردی که ایشون میشنوند، خب ما هم مواردی رو میشنویم در استانهای غربی، در استانهای مرکزی، در مناطق مختلف که نیروهای نظامی هستن که علاقه دارن به انقلاب بپیوندن، اما در شرایط خاص، یا میگم انقلاب رسیده به اون آستانه پیروزی و لحظات سقوط جمهوری اسلامی، یا اینکه در یک شرایط بحرانی مثل حالا شرایطی که ممکنه جمهوری اسلامی در این ساعت‌ها و روزهای آینده ایران رو واردش بکنه، شما نمودرش رو ببینید. کاری که الان باید کاری که ما الان میتونیم بکنیم و داریم میکنیم، میگم شناسایی افرادی است یا فرماندهانی است که میهن پرست باشند، به ملت ایران و به ایران پایبند باشند و وفادار باشند و به آرمانهای انقلاب ملی و پس گرفتن ایران و اینها توانایی فرماندهی داشته باشند. در شرایط فعلی اینکه نیروهایی هستند در یگانهای مختلف نظامی، به خصوص در ارتش یا در نیروهای انتظامی، که علاقه دارند علاقه دارن به انقلاب ملی بپیوندن یا دیگه میخوان سرپیچی بکنن از جمهوری اسلامی. توصیه من، میگم هنوز ما نمیدونیم این تهاجمی که جمهوری اسلامی و سپاه شروع کرده به کجا میرسه، اما خب من این رو حالا تا امروز میگم. چه باید بکنند؟ کارهای متنوعی میتونن انجام بدن قبل از این که برسن به مرحله‌ای که سرپیچی و نافرمانی بکنن و به مردم بپیوندن. مجموعه کارهایی که حالا هم شده توصیه بکنیم، هم من شنیدم از خیلی از نظامیانی که در داخل انجام میدن، یه بحث اینه که خب بحث کمکاری کردنه، بحث بعدی بحث خرابکاری های شرافتمندان است. یعنی شما میتونید، چون به خصوص وقتی شما هستید در نهادهایی که توانایی ضربه زدن به سیستم رو دارید از درون، این میتونه حالا با نشر اطلاعات باشه، میتونه با کمک کردن باشه، ممکنه با کمک به مردم باشه، ممکنه به دادن اطلاعاتی به بیرون باشه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم در راستای پیشرفت انقلاب ملی. و مجموعه کارهایی که حالا اتفاقا به زودی حزب ایران نوین در موردش بیشتر هم مطلب منتشر خواهد کرد، به نظر من در شرایط کنونی تا موقعی که شرایط مهیا باشه برای پیوستن گسترده تر نیروهای نظامی باید انجام بدن، حفظ آمادگی داشته باشن، چون این افراد آموزش نظامی دیدن و توان نظامی دارن. اینها در دوره‌ای که انقلاب داره پیروز میشه و دوران گذار، اینها اساس اون یگانهای حافظ
منافع ملی ایران و ایران هستند در مقابل همین سپاه پاسدارانی که باقی میمونه، در مقابل فرقه‌گراهایی که مسلح هستند در موارد متعددی که نیاز به دفاع داره. این دفاعی که ما نیاز داریم انجام بدیم فراتر از امنیت مردم میره در سطح این که شما در سراسر کشور تعداد بسیار زیادی از انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی میبینید. بحث موشکی هست، موشکهای مختلفی که جای مختلف انبار کردن، تجهیزات هسته‌ای هست. این رو میتونید گسترش بدید تا اماکن فرهنگی و منابع طبیعی که نیاز به دفاع داره. پس این خود این افراد هم میتونن از همین الان نگاهی به این مسئله داشته باشن و شبکه‌های غیر رسمی و مخفیانه‌ای در نیروهای نظامی برای خودشون ایجاد بکنن، حفظ و آمادگی داشته باشن برای اون روزی که باید دفاع بکنن از ملت ایران در مقابل میگم مبارزان فرقه‌گرا و اسلام‌گرا که احتمالاً تا لحظات آخر با ملت ایران مبارزه خواهند کرد. من همین نکات رو الان دارم، اما خب میتونم این رو بگم که ما روش کار کردیم، کار میکنیم و به زودی مطالبی هم در این زمینه منتشر میشه. سپاس از شما، متشکرم. متاسفانه همین الان این باز هم ماجراجویی تروریستی جمهوری خامنه‌ای نتایج خودش رو داره نشون میده. ظرف یک ساعت گذشته در صرافی‌های آنلاین قیمت دلار 5000 تومان بالاتر رفته و باز هم ما رو به این میرسونه که هیچ راهی به جز گذار از جمهوری اسلامی و این حکومت نکبت برای نجات ملت ایران وجود نداره. آران جان، اگه شما صحبتی دارید بفرمایید و بعد هم برسیم خدمت حامد عزیز. من ظاهرم فکر کنم من آران رو میبینم اسپیکر هستند، ولی نمیدونم باگ خوردن یا نه. حامد جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید. اوکی، من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که چون آرش هم نکته ای داشتش که بگه. سوال خوبی پرسیدی چاو تایمز گرامی. من یه کوچولو بهش اشاره کرده بودم تو صحبت قبلیم، حالا دوباره بهش اشاره میکنم که ببین تو صحبت های دکتر رضا عرب هم بود که ریزش در شرایط بحرانی است و احتمال داره که از امروز هم شرایط بحرانی به وجود بیاد. البته من اعتقاد دارم که اگه جمهوری اسلامی میخواست واقعا به اسرائیل ضربه بزنه، ایران نمیتونه من موشک هم میزنم و موشک دارم میفرستم، یا پهپادش از جایی نمیفرستاد که دیده بشن که داره به اون سمت میره. ولی به هر حال همونجوری که اولم هم گفتم، جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست و ممکنه به داشتن سلاح اتمیش هم نزدیک شده باشه، خیلی نزدیک شده باشه و دچار توهم شده باشه که میتونه حالا این کارو هم بکنه. حالا اگر فرض بکنیم که این شرایط بحرانی به وجود بیاد و جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد جنگ بشن، برمیگردیم به اون سوال، یعنی دو تا نکته در کنار هم قرار میگیرن. اون که رضای عزیز گفتش که ریزش در مواقع بحرانی است و سوال شما که ما بایستی به عنوان یک حزب سیاسی موضعمون چه باشه و به مردم و به هواداران خودمون چه توصیه بکنیم. نکته اینها با هم هست، یعنی بایستی تا جایی که ممکنه این روایت رو به مردمی که ممکنه خاکستری باشن یا ممکنه فکر بکنن که ایران وارد جنگ شده بقبولونیم که جمهوری اسلامی است که وارد جنگ شده، نه ایران. ملت ایران با اسرائیل وارد جنگ نشدن، جمهوری اسلامی است و سپاه تروریستیش. این وظیفه تک تک ما هاست که این رو جا بندازیم در سطح جامعه با هر کسی که ارتباط داریم، با کسانی که ممکنه در فضای سیاسی مثل توییتر نباشن، در خبردار نباشن و ندونن. اگر ما این رو جا بندازیم بیش از پیش و مردم، اونهایی که ممکنه دچار احساسات و هیجانات شده باشن و فکر کنن ایران وارد جنگ شده پس باعث از مملکت دفاع بکنیم و باعث کنار جمهوری اسلامی قرار بگیریم، این رو بدونیم که ما مردم ایران هیچگاه کنار جمهوری اسلامی و سپاه تروریستیش که اشغالگر هستند تا
اون سندی که تهیه شده آرش گرامی به خوبی گفتش که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران رو به عنوان اولین کشوری که اشغال کرده نگاه میکنه و تلاش میکنه این که انقلاب اسلامیشو گسترش بده به تمام منطقه اول و بعدش هم به جهان. پس ایران کشور اشغالی است. پس ما با کنار اشغالگران نبایستی بایستیم. این رو بایستی گسترش بدیم و تبدیل گفتمان ملی بکنیم. و همه مردم اگر کسی گفتم دچار هیجانات شده، اون هیجانش رو به سمت عقلانیت ببریم که یه وقتی احساس نکنه بایستی در کنار جمهوری اسلامی و سپاه تروریستی بشه، اون چیزی که سید علی خامنه‌ای میخواد و دنبالش هستش. و مرحله دوم هم این که الان شرایط بحرانی است، اون ریزشی صحبت کردیم. اگر کسی رو میشناسیم در نزدیکانمون با چند فاصله حتی رابطه که در بدنه سپاه یا ارتش هستن، بهشون بگیم که الان زمانی است که شما باید خودتون جدا بکنید. هزینه بی خودی از جانتون برای گروه‌های تروریستی و اون انقلاب اسلامیشون ندید. همه این کارهایی است که ما بایستی و مردم بایستی بکنن. انقلاب مردم، مبارزه مردم با جمهوری اسلامی فقط تسخیر خیابان نیست. تسخیر ذهنیت کسانی که وابستگی دارن متاسفانه به جمهوری اسلامی هم هست. تو صحبته خود چارتایمز گرامی هم بود، خیلی از اینها شغلشون هستش، وابستگی مالی دارن و نمیدونن اگه از سپاه یا ارتش بیان بیرون باید چه کار بکنن. اینجاست که اون همبستگی ملی است. تو صحبت شاهزاده هم بود، همبستگی ملی است که کمک میکنه. ما میتونیم صندوق به عنوان مثال یکی از راهکارهایی که قبلا پیشنهاد شده بوده توسط زمانی که شبکه فرش کرده بوده، حالا احتمالاً حزب رهنمایی هم این پیشنهادها رو بده، بایستی با دوستان مشورت بکنیم. ایجاد صندوق‌های محلی، ایجاد صندوق‌های خانوادگی، ایجاد صندوق‌های ناحیه‌ای که بتونیم کمک بکنیم به کسایی که میخوان تمرد بکنن و بگیم که شما نگران نباشید از وضعیت معیشتیتون. الان شرایط بحرانی، جانتون رو برای اعمال تروریستی و شرورانه جمهوری اسلامی نگذارید. همه اینها راهکارهای متفاوتی هستش که حزب نوین به زودی در قالب راهکارهای ارائه خواهد داد که قبلا هم گفتم ارائه داده شده و خیلی شبیهش میشه کار تر و فکر هم به راهکار عملی ایجاد کرد برای مشکلاتی که شما شمردید. اما همه اینها میره زیر همون صحبتی که شاهزاده طالبی هم کرد، همبستگی ملی. ما همبستگی ملیمون رو بایستی با بدنه سپاه و ارتش هم گسترش بدیم. تکرار کنم که شو تفاهم نشه، ما راجع به سران خونخوار ضحاک منش سپاه صحبت نمی کنیم، راجع به بدنه سپاه صحبت می کنیم که توی صحبت چارتایز عزیزم بود که شغلشون هستش به دلایل مختلف. خیلی از کسانی که هستن ممکنه از جاهای اومده باشن که راهی جز وارد شدن به یک نیروی نظامی نداشتن، انتظامی نداشتن. بسیار زیادن. من تکرار میکنم که خودم از خانواده‌ای میام که حداقل سه عضوش در ارتش شاغل بودن و کار میکردن. بیش از این صحبت نکنم، مرسی. من فکر میکنم آرش، اگر حادی جان هستی که آرش میکنم نکته بشه. بله من هستم، ولی ظاهراً سایبری های سپاه تروریستی و پاسداران انقلاب اسلامی به شدت مشغول به کارند. دوستان ما همه باگ خوردن، من نمیدونم چاو تایمز بالا هستن اگه توضیح تکمیلی دارن، چون ظاهراً هم آرش و هم آران من در قسمت اسپیکرز میبینمشون ولی ظاهرا مایک ندارن. نمیدونم آران جان، آرش شما مایک دارید؟ فکر کنم هامه جان شما باید زحمت بکشید دوستان یه بار دیگه دعوت کنید. بله فکر کنم چاو تایمز عزیزم همین مسئله رو دارن و ایشون هم فکر کنم رفتن پایین. بله دوستان همه هیچ کدوم مایک ندارن. خب یک چند دقیقه صبر میکنیم تا دوستان به ما بپیوندن، دوباره دعوتشون کنید. اگه دوستان فکر کنم باید سی خروج و ورود کنید، در غیر این صورت فکر کنم امکان دعوت شما و مایکلان دوباره دیگه نداریم. کلا خیلی عجیبه، نه کسی میتونه کاهاست بکنیم، نه هم کسی میتونه بالا بمونه، یا از باگ های اسپیس هستش یا به خاطر ریپورت هست نمیدونم. ولی خب بعد ظاهرا نام بردن از اسم سپاه در تایتل و همینطور در صحبت ها وقتی که اسمش رو میاریم، من اینطور که شنیدم این مشکل رو بیشتر میکنه و خب به هر حال دیگه شرایط مخصوصا الان که دیگه شرایط هم شرایط جنگی هست و
جمهوری اسلامی همه تلاشش رو میکنه، علل خصوص فضای مجازی رو هم سعی میکنه در دست داشته باشه. شما صحبت دیگری رضا جان اگر شما دارید یا حامد جان تا عزیزان به ما بر میگردند بفرمایید، و من دعوت میکنم از دوستانی هم که در قسمت آدینس هستن اگر پرسش دیگری دارند مایک بگیرند و بیان پرسششون رو مطرح کنند. در خدمتون هستیم. خب من فکر کنم آرش عزیز برگشتن. آرش جان شما الان مایک گرفتید؟ فکر کنم مشکل شما حل شد. بله خب من الان میبینم شما مایکتون بغلش رو دیدم. بفرمایید شما. آرش جان میکنم در اختیار شما. قطع نشده من دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که دوستان صدای من ذهنیت بکنم دوباره آرش صدای شما برد. صدای منو میشنوید؟ صدای آرش رو. بله آرش جان صداتو میشنویم. آرش خب پس من باید خروج ورود کنم دوباره. عرض کردم این گفته که حفظ نظام اوجب واجبات است و اینها ادامه همون صحبتایی که داشتون کرد که برگشت گفت که از حفظ جان امام زمان هم مهمتره. دلیلشو گفت که چی؟ برای به قول خودش اقامه قسط، یعنی راه انداختن همون حکومت اسلامی جهانی، همون خلافتی که دنبالش هستن. یعنی چی؟ اینا دو تا وظیفه دارن، این مهمه درکش. اون لوگوی سپاه که میگه و دوله هم مستطعت و من قوه، داستانش اینه که تا روزی که اون قوه رو به دست بیارن وظیفه دارن که در واقع خودشون رو حفظ بکنن. موقعی که به دستش آوردن و بمب هسته‌ایشون رو ساختن و غیر و ذالک، اون وقت دیگه تکلیف شرعی اینها اینه که را بیفتن و ازش استفاده بکنن و خلافت خودشون رو گسترش بدن. اگر این کار نکنن مرتکب حرام شدن. اون روز دیگه وظیفهشون این نیست که دنبال قوه باشن، وظیفهشون اینه که وقت و لوح هم حیث و سقفت و مو. این که میبینین که نقاب تقیه رو برداشتن و دارن خیلی ذات خودشون رو نشون میدن، از نظر من هم علامت اینه که تمام اون تحلیل هایی که اینا بسیار نزدیکن به بمب خیلی تحلیل های درستی است و این خطر خیلی خیلی جدی. چرا حالا تروریستی اعلام شدن سپاه مهمه؟ ممکنه بعضیا فکر کنن این وسط حالا چه اهمیتی داره مثلا این بشود یا نشود. این خلافت دو مدل استان داره. یه سری اون به اصطلاح نیابتی ها بودن که تا قبل از این وظیفه‌شون این بود که کمکش کنن تقیه کنه، plausible deniability بهش بدن، بگه من نبودم، اینا خودشون میکنن. الان که دیگه نقاب تقیه رو برداشته، اون استان ام القرا به قول خودش وظیفه‌ای که برای اینا داشت چی بود؟ دو تا چیز بود. یکی این که منابع ملت ایران رو غارت کنن، خرج همین گسترش خلافتشون بکنن. دیگریش این بود که از اون شأنی که به ناحق بهشون داده شد به عنوان یک دولت ملت استفاده کنن برای بهره‌مندی از مسئولیت حکومتی، state immunity بگیرن توی نظام بین‌الملل. چجوریه؟ اینطوریه که یه ساختمونشون رو میزنن، ادعا میکنن که این کنسولگریست، ولی هرچی جنازه از بیرون میاد مال تروریست های نیروی قدس سپاهه. بقیه سفارت خونه هاشون هم همینه. برای اینه که مهمه که تروریستی بشود، به خاطر اینکه وقتی که سپاه تروریستی بشود عملا بخش اعظم پرسنل همه سفارت خونه های اینا آدمایی هستن که باید دستگیر بشن، و این اهمیتش اونجاییه که این مسئولیت حکومتی و این بهانه‌ای که امثال بورل و اینها دارن که میان و روزخانی میکنن که ای وای به یک مکان دیپلماتیک حمله شده و اینها، این ازشون گرفته میشه. و دلیل این که اهمیت دارد که ما بتونیم در واقع به این هدف برسیم و سپاه تروریستی اعلام بشود
اینه که اون مسئولیت حکومتی که اینها به ناحق ازش استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، این رو بتونیم ازشون بگیریم. همین بود. متشکرم، سپاسگزارم. من الان اصلا ما که شما بسته شد، من دوباره فکر کردم که صدا رو ندارم. نه هستم. متشکرم، خیلی ممنونم. من خودم باگ خورده بودم، سپاس از شما. آران جان شما اگه صحبت دارید بفرمایید، و ضمن این که من از دوستانم خواهش میکنم اگر که پرسشی دارن، موضوعی دارن که در مورد این مسئله اضافه کنند، به ما اضافه بشن، مایک بگیرن و پرسششون رو مطرح کنن. بانو آران عزیز. سپاس سادو جان. بله حامد جان، یک نکته رو گفتم که من همین الان که داشتم گوش میکردم و فکر میکنم مثل بقیه دوستان داریم کماکان اخبار رو از گوشه چشم دنبال میکنیم، متوجه شدم از سایت خبر بلژیک در واقع متاسفانه مثل خیلی وقتها که همونطور جناب بهبو گفتن، خیلی وقتها از خامنه‌ای که یاد میکنن در رسانه‌های بین‌الملل به عنوان رهبر ایران یاد میکنن یا لیدر ایران یاد میکنن، الان دیدم تیتری که زدن حمله ایران، در واقع حمله پهپادی ایران. من فکر میکنم این وظیفه تک تک ماست که به این مسئله دقت کنیم و با روابطی که میتونیم برقرار کنیم. الان بعد از این اسپیس خودم شخصا یک ایمیل میفرستم به در واقع دبیرخونه این رسانه و به عنوان یک شهروند ایرانی بلژیکی ازشون میخوام و بهشون یادآور میشم. شاید خیلی نمیتونم امیدوار باشم که اصلاح کنم، ولی به هر حال این یک نوع مبارزه است و یک نوع اعتراض مدنیه و حق در واقع شهروندی من هست که بهشون یادآور شم که این جنگ، جنگ ایران و مردم ایران نیست. و فکر میکنم خود ما هم باید این مسئله رو در نظر بگیریم و دقت کنیم که در انتشار اخبارمون، در توییت هایی که میزنیم و در واقع خبر رسانی هایی که میخوایم بکنیم، دقت کنیم، حواسمون باشه، از نام ایران استفاده نکنیم و همون جور که خودمون میدونیم، همون جور که شاهزاده رضا پهلوی گفتن، این جنگ، جنگ جمهوری اسلامی و خامنه ایست و جنگ مردم ایران و ملت ایران نیست و ما باید روی این مسئله نگذاریم و نذاریم که دوباره این هم تبدیل بشه به یک ابزار کمکی از طریق رسانه ها برای جمهوری اسلامی و خامنه ای و نیروهاشون. یادگویی نمی کنم، اگر دوستان سوالی دارن در خدمتم. سپاس از شما، خیلی متشکرم. خیلی نکته مهمی هست. همین الان که ما بند در خدمت شما هستیم، عده‌ای از به ظاهر اپوزیسیون جمهوری اسلامی سعی میکنند با غبارآلود کردن فضا این جنایت های سپاه تروریستی و این جنایت‌های خامنه‌ای رو به حساب ملت ایران فاکتور کنند و سعی می‌کنند که هر کسی که واقعا در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی هست، با کلید واژه مقطع حساس کنونی به سکوت وادارند. و خیلی ما وظیفه مهمی داریم در روشن کردن این که جنگ، به فرموده رضا شاه دوم، جنگ خامنه‌ای جنگ ملت ایران نیست. اخبار مرتبا داره میاد، آخرین خبرهایی که هست این است که رسانه‌های اسرائیلی ظاهراً ادعا کردن که برخی از پهپادهای ایران رو بر فراز آسمان سوریه منهدم کردند. رسانه‌های اسرائیلی گفتن که رهگیری پهپادها در بر فضای سوریه و اردن همچنان ادامه داره، ضمن اینکه اردن هم اعلام کرده که هر هواپیمای بدون سرنشینی که حریم هوایی این کشور رو نقض کنه برخورد میشه و سرنگونش میکنه. اخبار داره میاد دوستان، من حالا سعی میکنم در بین لابلای صحبت ها اخبار رو، هرچند حداقل تایید شده ها رو عرض کنم. اخبار تایید نشده ای هم مبنی بر اعلام این که یک سری انفجارها در تهران مشاهده شده
شنیده شد. البته این هنوز تایید شده نیست، ولی من یه جا خوندم، گفتم این رو هم خدمتتون عرض کنم. دوستان تشریف بیارید، مایک بگیرید، صحبت کنیم. حامد جان، رضا جان، آرش جان، اگر که صحبت دیگه دارید بفرمایید تا دوستان به ما اضافه بشن. مرسی هادی، نگم صدای من هست یا شما؟ خودم میکروفونم نمیبینم. بله من صدای شما. من فکر میکنم کلان اسپیس های حزب نوین مشکل این باگش رو بایستی زودتر حل بکنیم که خب هر دفعه این اتفاق نیفته. حالا باید با بخش فنی و دفتر آیتی هم صحبت بکنیم ببینیم که آیا راه دیگه وجود داره برای استریمینگ، یعنی که باید حتما خود اسپیس باشیم، چون خیلی از وقتمون اینجوری صرف مشکلات تکنیکی میشه. من فکر میکنم الان همه عزیزان منتظر هستند که ببینن چه اتفاقی افتاده، ولی من همچنان بر این تحلیل هستم که جمهوری اسلامی مثل همیشه سعی میکنه تحقیق در کنه که اون قلیل افرادی که طرفدارش موندن، ارزشی هایی که طرفدارش موندن، زوجین در ولایت موندن، بیش از این دیگه غرورشون، حتی غروری که براشون نمونده، بیش از این دچار یأس و ناامیدی نشن و اون ریزشی که گفتیم نه از سر رفتن به سمت ملت که بخش بزرگ از بدنه این اتفاق خواهد افتاد، اما بین خود اون ارزشی هایی که گفتن که ما انتظار ریزش از اونها نیستیم، نیروهای سرکوبی که دستشون به خون آلوده هست، اما ریزش از ناامیدی به وجود میاد و اینجاست که این کاری که احتمالاً اسرائیل کردش، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داد که دو سر باخت بود. اگر عکس العمل نشون نمیداد که خب به طب همجوری گفتم اون ناامیدی که در اون قشری که فکر میکردن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامیشون و سپاه پاسداران قدرتی هستش، خب اون ناامیدیشون باعث ریزش میشد، از اون آرمانهاشون فاصله میگرفت. و اگر هم عکس العمل جدی انجام میداد که خب به طب هزینه ای که اسرائیل برش وارد میکرد و جمهوری اسلامی وارد میکرد قابل جبران نبود. برای همین من فکر میکنم این نمایش، هنوز فکر میکنم که این نمایش رو راه انداخته و پهپادهای راه بندازه و میدونی که تو این فاصله که پهپادها بیان خب یا منهدم میشن یا به جایی نمیخورن و این اعلام که ما موشک میزنیم. به هر حال تا این لحظه تحلیلی من ممکنه اشتباه بکنم، همونجوری که گفتم جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست، سید علی خامنه‌ای قابل پیش بینی نیست. اگر قابل پیش می بودش که این وضع مملکت رو به اینجا نمیرسوند و اینکه اون تحلیلمون هم که ممکنه به دستیار بمب اتم یا داره یا خیلی نزدیک شده هم باشه، و اگر تحلیلی که من در این لحظه دارم اشتباه باشه و جمهوری اسلامی واقعا این حماقت رو کرده باشه که بخواد ایران رو وارد جنگ بکنه، باز مجبورم تکرار بکنم که وظیفه ما اینجاست که این پیام رو به همه برسونیم که این جنگ جمهوری اسلامی است و ما تحت هیچ عنوانی در کنار سپاه تروریستی و جمهوری اسلامی قرار نمیگیریم. اینجاست که خندق‌های نظام که ممکنه به صورت فرقه‌های مخالف هم دیده بشن از مردم جدا میشن. من بعید میدونم که هیچ کسی که از جنس مردم باشه بگه که من حاضرم برم در کنار سپاه تروریستی قرار بگیرم و جمهوری اسلامی دفاع بکنم و این جنگ و جنگ ایران بدونه. نکته آران نکته بسیار درستی است. غربی ها یه بخشش سهل انگاری است، یه بخشش هم عمدی است که از واژه های مثل ایران، رهبر ایران، ایران حمله کرد استفاده میکنن. کاری که به لطف آرش بهگو و رضا پارسایی شروع شد در دفتر متحد استراتژیک تکمیل شد و در پارلمان اروپا ارائه شد، یکی از ده ها کارش ما بایستی انجام بدیم که به این غربی ها دیگه بهانه براشون نذاریم. به این که خود جمهوری اسلامی میگه که من متفاوتم، خود جمهوری اسلامی در قانون اساسیش میگه، در گفتگوهای سران سپاه تروریستیش میگه که ایران اولین کشوری است ما اشغال کردیم و میریم سراغ بقیه‌اش. این وظیفه ما هست، خصوصا اگر دوستانی که خارج از ایران هستیم که اینو بیشتر و بلندتر بکنیم. کسایی که داخل هستیم این رو بایستی به گوش مردم برسونیم که این اشتباهی وقت اتفاق نیفته. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه تروریستیش ایزوله تر و تنها تر بشن و خطشون از مردم و ایران جدا بشه، کار ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی راحت تر خواهد بود.
بهترین راه، مطلوب ترین راه، ممکن ترین راه، کم هزینه ترین راه برای جمهوری اسلامی، برای ایران رهایی از جمهوری اسلامی، سرنگونیش توسط مردمه و برگشتن سیاست کشورهای غربی به فشار حداکثری و البته اضافه کردن حمایت حداکثری از مردم. من فکر میکنم که نگرانی هممون نگرانی به جایی است، دلمون برای ایران میتپه، چه برای زیر ساختهاش که ممکنه این وسط توسط جمهوری اسلامی که روزانه البته تخریب میشه ولی خب در حال جنگ ممکنه سرعت بده بهش میسوزه، و برای جانهایی که از دست میده. من پیشنهاد میکنم که با توجه اینکه اسپیس الانم خیلی باگ داره و نمیتونیم کوهاست داشته باشیم، نمیتونیم اسپیکر داشته باشیم، اگر دوستان اجازه بدن حادی جان جلسه رو تموم بکنیم و میتونیم یه اسپیس فوق‌العاده حزب نوین بذاره پیرامون همین بحرانی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه و این جنگ، و با باگ کمتر این بحث ادامه بدیم در روزهای آینده. تمنا میکنم بله هر طور که صلاح میدونید، فقط اگه قبلش دوستان صحبت تکمیلی و جمع‌بندی دارند بفرمایند و بعد هم به فرموده شما. من فقط یک چند ثانیه نیاز دارم که سرود ایران رو بگذارم. واقعا امید همه ما این است که این جنگ پایانی باشه بر این حکومت جهل و جور و جنایت، فقط امیدواریم که نهایت کار به خیر مردم ایران تمام بشه. آران جان بفرمایید شما، و دوستان اگر جمع‌بندی دارن بفرمایند و بعد هم از خدمت عزیزان مرخص بشیم. سپاس حاجی جان، مرسی حامد که دوباره به بحث خندق‌های نظام رسیدی، برای اینکه فکر می‌کنم واقعا توی تایتل امشب این موضوع خندق‌های نظام خودش یه موضوع خیلی وسیع و خیلی هم میتونه کارآمد باشه پرداختن بهش، ولی خب با بحثی که پیش اومد شاید زیاد در موردش صحبت نکردیم. الان بعد از این صحبتی که حامد کرد در مورد شاید این یک ژست سیاسی از طریق در واقع جمهوری اسلامی باشه، چون به هراس افکنی کلن علاقه منده و یکی از شیوه های سیاستیش هست و بوده، من یاد مسئله ماجرای تجزیه افتادم با توجه به کرد بودنم، چون در بحث های خانوادگی و حتی منطقه‌ای سالهاست هر موقع شاید اگر صحبت بر این شده که تنها راه نجات سرنگونی نظام هست، بین افراد خانواده‌ام و کسانی که مثل خودم فکر میکنن، افراد دیگه‌ای که شاید مخالف ما بودن بارها با این خندق تجزیه‌گری و ترس تجزیه از ایران با جوابگوی ما بودن و یا خواستن ما رو به چالش بکشن که بله شما میخواین در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخواین و میخواین رد بشین از جمهوری اسلامی، ولی اگر که دچار یک بحرانی بشیم، تجزیه به وجود بیاد، نمیدونم نیروهای تجزیه‌گر حمله بکنن، خب اون موقع چی میشه؟ و این رعب و وحش شرطی که شاید به جون مردم مینداختن و میخواستن بندازن یا حتی در جمعهای خودمونی به جون ماها بندازن، که شاید ما از اون ریلی که براش هستیم و خواستمون فقط سرنگونی جمهوری اسلامی و عبور از جمهوری اسلامی هست، بخوان در واقع یک انحرافی در مسیر ایجاد کنن و یا شاید یک ترس و واهمه ایجاد کنن. این حملات هم شاید واقعا یک ژست سیاسی باشه که اینها میخوان هم یک خودنمایی بکنن و همین که شاید چون احساس میکنن که به سرنگونیشون بیشتر و بیشتر نزدیک شدن و احساس خطر رو شاید بیشتر از قبل حس کردن، این هم یک در واقع خودعی باشه که الان دارن انجام میدن. ولی در هر صورت میدونیم که این خندق ها از هر داستانی که بوده، با هر سوژه و هر پروژه‌ای که بوده، از اپوزیسیون فیک گرفته تا هر پروژه‌ای که هر بار رو کردن فقط به خاطر اینکه بتونن یک حفره‌ای رو ایجاد کنن و یک سدی رو بذارن در مقابل مبارزانی که قصدشون براندازی نظام هست، به نظر من پر شده و اگر لبریز نشده واقعا این خندق‌ها داره پر میشه و مردم دارن میپرن و رد میشن
و به سمت سرنگونی میرن و تنها خواستشون همینه، همونطور که از داخل ایران شنیدیم قاطعانه میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، و فریاد میزنن پشت به دشمن رو به میهن، و مردم بدون هیچ ترس و تعارفی نشون دادن که اعتقادی به نظام ندارن و این نظام تموم شده و این خندقهایی که به دستشون حفر شده به زودی گوری خواهد بود که خودشون در اونجا به تاریخ و میتونم بگم به زباله تاریخ خواهند پیوست و پرچم آزادی ایران به اهتزاز در خواهد اومد. سپاس از همگی و آرزوی آرامش و صلح و آزادی برای ایرانمون دارم و امیدوارم که ایران و ایرانی از هر گونه نیرنگ و سیاهی و پلیدی و اهریمنی و اهریمن جمهوری اسلامی دور باشه و رها بشه. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس. سپاس از شما آران جان، ممنونم از صحبت‌های خوبتون. من فرمایش شما رو به حساب صحبت جمع‌بندی فرمایشتون میگذارم، ولی هرچند حسام عزیز به ما اضافه شده بعد از صحبت‌های ایشون، پرسش ایشون اگر توضیحی داشتید شما هم بفرمایید، هندرایز کنید، من با افتخار در خدمتتون هستم. بعد قبلش عرض کنم مواضع رهبران دنیا هم شروع شده بر علیه جمهوری اسلامی، بیانیه‌ای رو داده ریشی سوناک و این حمله رو محکوم کرده. در بیانیه‌اش گفته من حمله بی‌پروای رژیم ایران به اسرائیل را به شدیدترین وجه محکوم میکنم. ایران بار دیگر، قطعا جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که قصد دارد در حیات خلوت خود آشوب بپاشد. بریتانیا به دفاع از امنیت اسرائیل و همه شرکای منطقه ما از جمله اردن و عراق ادامه خواهد داد، در کنار متحدانمان برای تثبیت وضعیت و جلوگیری از تشدید بیشتر کار میکنیم. هیچ کس نمیخواهد شاهد خونریزی بیشتری باشد. پیشبینی میشه که بایدن هم از دفتر بیزیش امروز با مردم آمریکا صحبت کنه. جلسه فوق‌العاده ارتش اسرائیل هم در تل‌آویو برگزار شده و همچنان قضیه ادامه داره. حسام جان فقط ممنون میشم اگر پرسشتون رو خیلی سریع مطرح کنید. و بله، درود بفرستم به هموطنان گرامی، هموندان عزیز. عرض بکنم که بله، ما انتظار تلخی رو که به هر صورت همه کم و بیش اتفاقی رو که منتظرش بودیم بالاخره افتاد و این جنایتکارای جمهوری اسلامی اقدام به این عمل کردن. بقیه من حالا دوستان حزب و بقیه فعالان جنبش آزادی خانه مردم ایران، ما بایستی کسانی که در خارج از کشور هستیم، البته با ارزیابی و توجه به تمام جوانب مطلب، بایستی از همین فردا یک فراخوان گسترده‌ای رو بدیم برای تجمعات ایرانیایی که در خارج از کشور هستن، بر علیه جنگ، تظاهرات علیه جنگ و برای صلح در مقابل این سفارتخانه‌های اشغالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان. این پیشنهادی هستش که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم و ما بایستی ساکت نشنیم و واقعا درگیر این دعوانش خودمون باید فعال بشیم تا اونجایی که می‌تونیم در خارج از کشور و این فعالیت‌های خودمون رو تا اونجایی که امکان داره به شدت بیان بکنیم که ما با این خط جمهوری اسلامی همچنان که شاهزاده هم گفت همتون نیستیم. مردم ایران صلح طلب هستن و مایل به جنگ با هیچ کس نیستن از جمله با اسرائیل. خیلی خیلی ممنون هستم از تو. سپاس از شما، خیلی متشکرم. ما بایستی که اسپیس رو به پایان برسونیم. با سپاس از همه عزیزان که در کنار ما بودند، ممنون از اینکه فرصت دادید. جان حامد جان بفرمایید. من فقط یه نکته‌ای، این صحبت دوستمون حسام عزیز، من فکر می‌کنم یک اشاره‌ای به یک موضوع بشه بد نیستش اگه اجازه بدید. این نکته‌ای که حسام گرامی میگه راجع به این که ما بایستی موضعمون رو با جمهوری اسلامی مشخص بکنیم، 100%. اصلا تمام صحبت امشب ما همین بود، بیانیه شاهزاده زاهدی هم همین بودش که ما بایستی به همه دنیا بفهمونیم که از جنس جمهوری اسلامی نیستیم، یک، و دو اینکه این جنگ جنگ جمهوری اسلامی است با اسرائیل. بنام مردم میگم متا نکته ظریف که خیلی به نظرم بایستی دقت بکنیم که حتما حسام گرامی هم به این موضوع واقف هستش، اینکه جمهوری اسلامی در تمام این سالها، در تمام این سالهایی که جنگ افروزی میکرده، آتش افروزی میکرده، یک منتظر اتفاق بوده،
که کارناوال‌های نبه جنگ در دنیا را بیفتن و سود سیاسی شو بدن. شما ببینید الان نمونهش، با همه میدونیم که 7 اکتبر پشت این خشونت عریان حماس جمهوری اسلامی بود و حساب ویژه‌ای که باز کرده بود رو دقیقا این کارناوال‌های ضد جنگ که بایستی آتش بس بشه، نه به جنگ بگیم و و حساب باز کرده بود. هر وقتی که زمان ترامپ بودش پاسخی نداشت بده، تحت فشار بود، یه کار شرورانه‌ای می‌کرد که فضای جنگی دیده بشه و بعد کارناوال‌های عموماً چپ‌های دنیا باز راه بیفتن، نه به جنگ، با ایران نجنگید و جمهوری اسلامی سود سیاسیش رو و اون مظلوم نماییش رو ببره. این نکته به نظر من ظریفی است که در کمال کاملا نکته مهم و درستی که میگید که ما بایستی نشون بدیم که این جنگ جنگ جمهوری اسلامی است، ولی وارد اون بازی که جمهوری اسلامی میخواد نشیم، که اون کارناوال‌های ضد جنگی که خود جمهوری اسلامی راه انداخته رو نشین که غربی‌ها فکر بکنن که ما داریم دو طرف رو محکوم می‌کنیم، ما داریم به اسرائیل میگیم که تو نبایستی جواب جمهوری اسلامی رو بدی و شبیه این. خیلی ممنون. من فکر می‌کنم آرش و رضا عزیزم جمع‌بندی بکنن دیگه می‌تونیم جلسه رو تموم بکنیم. بله حتما، به شدت تحت ریپورتی. من نگران اینم که کلاً بسته بشه اسپیس. ولی رضا جان، آرش عزیز، اگر که صحبت جنبندی دارید بفرمایید. من با سرود ایران امیدوارم واقعا بتونم سرود ایران تا پایان پخش کنم، ولی اگر که بسته شد دیگه از دوستان پیشاپیش عذرخواهی میکنم. رضا جان در خدمتیم. آرش شما بفرمایید اول، بعد هم رضای عزیز و بعد هم سرود ایران. با سپاس از همه. اون چه که سال 57 اتفاق افتاد این بود که دولت ملت ایران به یغما رفت. اون نسلی که در خیابان بودن، من ندیدم هیچ کدومشون پرچم ایران دستشون باشه برای تظاهرات کردن یا هر کاری که میکردن. دنبال این نبودن که حق حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خودش رو داشته باشن. پرچم ایران دستشون نبود و نتیجه هم این شد که دولت ملت ایران از دست رفت. آرزو میکنم که توی این روزهای سخت اتفاقی که میفته این باشه که ماشین جنگی خلافت انقلاب اسلامی جوری ضعیف بشه که ما مردم ایران رو با پرچم شیر و خورشید در خیابان‌ها ببینیم. ممنونم. سپاسگزارم از شما. من خیلی خوشحالم و باعث افتخار بود در خدمتتون بودم امروز و بسیار آموختم. رضا جان شما صحبت تکمیلی دارید بفرمایید. در غیر این صورت سرود ایران. سپاسگزارم از همگی. از شما حاجی جان، حامد جنبندی بسیار خوبی کرد. پیام دیروز شاهزاده به نظر من از حیث استراتژیک موقعیت ما در جغرافیای انقلاب ملی رو مشخص کرد که کجا هستیم و به نظر من این سپاه تروریستیست و این جنگ مردم ایران نیست رو ما میتونیم در خارج از کشور وظیفه‌مونه در واقع که انعکاس گسترده‌ای بدیم از همین لحظه. سپاسگزار از همگی. روز و شبتون بخیر. سپاس از شما. متشکرم از همه عزیزانی که در کنار ما بودن. ممنون از میهمانان ویژه برنامه. همینطور سپاس ویژه از میلاد کاشانی عزیز، از نیما کیوانی، آیدین توکل و اکانت پخش زنده. و ما این اسپیس رو در فضای کلاب هاوس، در یوتیوب حزب ایران نوین و پخش زنده، همینطور در کانال تلگرام حزب ایران نوین و اینستاگرام حزب ایران نوین هم استریم کردیم. ممنون از اینکه در کنار ما بودید. پاینده ایران و تا ابد جاوید شاه.